اینجا لانه جاسوسی جمهوری جنایت و فساد توی بانکوک. Give me passport. I want to talk to someone. Can you call someone? Yeah. Register first. Give me passport. I don't have my ID with me. Can you call someone? I need to talk to someone. Someone? I have a question. I need to talk to someone. Are you Iranian? Yes. الو، روز بخیر. امروز یک خبری در مورد مهسا امینی منتشر شده، نمیدونم شما اینو شنیدین یا نه. بله؟ روز بخیر. من یک سوالی داشتم از خدمت شما. امروز یک خبری در مورد مهسا امینی منتشر شده، من میخواستم که بدونم که شما خبر دارین داستانش چی بوده. راجع به شما مسئول جمهوری اسلامی هستین. آره من خب نه ببینید، من توی تایلند هستم، من دستم به جای بند نیست که، من تنها جایی که به ایران وصل هستم سفارت ایرانه. بله بله. اتفاقی که افتاده، این خانم را حالا به عنوان گشت ارشاد گرفتن، دستگیر کردن، انقدر شکنجه کردن که هم حمله قلبی داشته و هم سکته مغزی کرده. این خبرش از خود نیروی انتظامی منتشر شده، خانواده امینی اینو منتشر کرده. من خواستم ببینم که اینجا چه کسی هست که جوابگو باشه. این فقط مشت نمونه خرواره. شما همین دیروز داخل ایران خانواده افکاری، خانواده نوید افکاری گرفتن ضرب و شتمشون کردن به بهانه برای اینکه رفته بودن سر مزار برادرشون. خانواده پویا بختیاری الان توی زندانه. شما مسئول جمهوری، شما جوابگو باید باشید نسبت به ایرانیان. منی که الان تایلند هستم، دستم به جای بند نیست، از سفارت توقع دارم. شما خب موضع شما در مورد ناهید شیربیشه که زدن پسرشو کشتن و برای اینکه گفته پسر منو چرا کشتین، خودشو انداختن زندان، ضرب و شتمش کردن، شکنجهش کردن، موضع شما چیه به عنوان یک ایرانی، اگر واقعا خودتون رو ایرانی میدونید؟ پس شما ایرانی نیستین، مزدور دولت جمهوری اسلامی هستین. که بلکه جمهوری اسلامی اون قانونی که داره مردم ایران رو به نام قانون میکشه، میندازه توی وند، سکتهشون میده، باعث مرگشون میشه، اون چه قانونیه؟ چه اون حمایتی نداره که. پس شما مزدور رژیم هستین، شما اشغالگرهای ایران هستید که دشمن مردم ایرانید. من جوابمو گرفتم، خواستم ببینم شما ایرانی هستین یا مزدور جمهوری اسلامی، که جوابمو گرفتم شما مزدور هستین. بله ممنون که جواب منو دادید. اون علی اصلا تروریست بود. Thank you.